بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، خوب هستین؟ صحتمند؟ خوب هستین؟ دین روز بخیر گذشت؟ بخیر گذشت. درس گذشته دان کدام مشکل ندارین؟ بخیر. درس گذشته ما چی بود؟ حرف جیم. حرف جیم. درس چندم ما بود؟ درس 19 ما بود. جیم. جیم در تلفظ ما چه رقم میگیمش؟ جی. آفرین. مثل کلمه نارنج. جی مثل جواد. آفرین. مثل جواری. بسیار خوب. خب تلفظ کارخانگی داده بودم براتون. نه کارخانگی تن کردین؟ بله. هجا کردین؟ آفرین. آفرین بسیار خوب. خوب ببینم از شما را. آفرین. در تجزیه کلمه ها کدام مشکل نداشتین؟ میایم بخوای سر درس جدید ما. درس جدید ما کدام درس هستن؟ درس جنگل ها صفحه 91 درس 20 ما. کتاب های تانه بکشن. دیدین؟ در تصویر چی میبینین؟ جنگل. چی هست؟ جنگل هاست، درخت هاست، نه؟ جنگل ها چه فایده هایی داره برای ما؟ آفرین. برای کشور ما باعث میشه که هوا چی شود؟ صاف شود. دیگه؟ مانع سیلاب ها میشه. آفرین. حیوانات مختلف زندگی میکنن. باعث زندگی حیوانات میشه. یعنی در اونجا حیوانات میتونه زندگی کنن. دیگه چی؟ باعث زیبایی کشور ما میشه جنگل. حرفی را که در درس ما میخوانیم امروز حرف لام است. حرف لام در جدول چی میگمش؟ لام. من نوشتم میکنم اشاره نشتاری. لام. لام نیم. لام پوره. لام نیمه. دیدین؟ حالا براتون اشاره آسمانی میکنم. طرف دست من نگاه کنین. سعی کنین. خط مایل. خط صاف میاد بعد مایل میشه. چی میشه؟ لام پوره. یا میایم لام نیمه نوشتم میکنم براتون. فرق لام پوره و لام نیمه این است که هر دوش صدای لی را میده. صدای چی نه؟ لی. ولی فقط لام پوره ما در آخر کلمه میاد و لام نیمه یا در اول یا در وسط کلمه میاد. ما حالا میخوام امیر لام در کلمات و در جملات برای شما استعمال کنم. در ولایت، در ولایت، ولایت های مختلف مختلف تربیت های مختلفه من نه مملکت ما جنگل در ولایت های مختلف مملکت ما جنگل وجود دارد. خب
همراه ما برتان میخوانم، خوب گوش کنین. در ولایت های مختلف مملکت ما جنگل وجود دارد. دوباره از سر برتان میخوانم. در ولایت های مختلف مملکت ما جنگل وجود دارد. بخوانیم با هم. در ولایت های مختلف مملکت ما جنگل وجود دارد. خب همراه ما بخوانه شاگردان. در ولایت های مختلف مملکت ما جنگل وجود دارد. خب دیدین در کلمات ما در کلمه ولایت در کدام قسمت جنگل لام استعمال شده؟ در قسمت وسط. سعی کنین لام ما چی است؟ لام نیمه. در ولایت های مختلف در کلمه مختلف کدام لام آمده؟ لام نیمه. در کدام قسمت؟ در وسط. آفرین. در کلمه مملکت کدام لام آمده؟ لام نیمه. در کدام قسمت؟ آفرین، احسن. در کلمه جنگل کدام لام آمده؟ لام پوره. در کدام قسمتش؟ در آخرش تلفظ کردم. سعی کنین جنگل در قسمت آخر تلفظش کردم. لام پوره. صدای چی را میتن؟ ل. جنگل. ل. خب شاگردای عزیز، خدا کدام حرف را خوان نبودیم؟ حرف لام، لام پوره و لام نیمه. من لام پوره و لام نیمه را در دو کلمه برای شما نشان میدم که لام نیمه همیشه لام پوره در آخر میاد و لام نیمه یا در اول میاد یا در وسط کلمه میاد. مثل لب لبو. لام پوره مثل جنگل. من جنگل را براتان هجا میکنم. خوب گوش کنین. جن گل. چند بخش شد؟ آفرین. وقت صدا کشی کنم. جان 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 گل. چند حرف شد؟ شش حرف شد. پس دوباره براتون اجرا میکنم. جنگ گل. دو بخش است. صدا کشی میکنم. جان گل. چند حرف شد؟ شش حرف شد. میایم سر کلمه بعدی ما. خب میایم سر کلمه لب لبو. گفتم کدام لام آمده؟ لام نیمه. لام نیمه هم در اولش آمده هم در قسمت وسط آمده. بخشش میکنم براتون. لب لبو. چند بخش شد؟ سه. آفرین. لب لبو. سه بخش شد. وقت صدقشش میکنم. لعب لعبو. چند حرف شد؟ هفت حرف شد. دوباره تکرار میکنم براتون. لعب لعبو. چند حرف شد؟ شش حرف شد. خب شاگردان انشالله که در ترتیب کلمات کدام مشکلی نداشته باشین. من سه کلمه از صفحه 92 کلمه گلیم منزل قلبه. چی کنن در کتابچه هایتان هجا کنیم؟ بله صفحه 92 کلمه گلیم منزل قلب. اما تا مثل خودم هجا میکنن در جدول. خب درس امروز ما کدام درس بود؟ موضوعش چی بود؟ جنگل ها. صفحه چندم بود؟ 92. حرفی را که خواندم کدام حرف بود؟ لام بود. لام دو شکل داره. لام پوره و لام نیمه. در جدول لام میگمش وقت تلفظش میکنم چی؟ له. له مثل جنگل. له مثل لب لبو. له مثل گلیم. له مثل گلیم. له مثل منزل. خب در درس امروز کدام مشکل ندارین؟ کارخانه گیتان فهمیدین؟
خب انشالله که کدام مشکل نداشته باشین. تشکر از شما.